حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذارید. خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بچه های خوب. سلام فاطمه، زهرا، سلام، سلام حدیث، سلام، سلام ساین، سلام میلیخا، سلام مبینا، سلام، سلام فرنا، مهدی، سلام آتنا، سلام، سلام. واو چقدر سلام، چقدر انرژی خوب. سلام، مرسی، مرسی، شما خوبین؟ من خوبم. از صبح کلاس داشتم ولی پر انرژی اومدم برای بچه های پرش که حتما خیلی خیلی چش انتظار بودم که بالاخره اینیشون رو ببینم به چه وضعی هست و امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه. آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دوران تلاش و کوشش و به همتون تبریک و تهنیت میگم. سلام، بله احمد، پیام میرسه. چرا پیام نرسه؟ پیام میرسه، نگران سین میشه، کامل دارم پیام ها رو میخونم. امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه، حال پدر مادراتون خوب باشه، سایهشون مستدام باشه بالا سرتون. اومدیم امروز یک دینی با هم شروع کنیم، یک دینی ببندیم که کیف کنیم، یعنی سال تحصیلی رو با یه دینی خوب بریم جلو. انرژی بگیری یا چقدر کلاس من انرژی داره، برای من انرژی بفرستن. همونقدر که من انرژی میدم انرژی بفرستیم. برو میگم یه انرژی برای من بفرست، یه انرژی بفرست، انرژی قلب، هر چی میخوای بفرست، انرژی قلب، هر چی انرژی. باری کلا، باری کلا، باری کلا، عالی 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 عالی، مرسی مرسی مرسی. خب من استاد نجفی هستم، مدرس درس دین و زندگی و گروه آموزشی پرش در خدمت شما هستیم با درس دین و زندگی، درسی که بسیار بسیار آسونه ولی بچه ها باش رفیق نیستن، دوست نیستن، خیلی ازش دوری میکنن، خیلی ازش فرار میکنن، فکر میکنن که چیزی هست که فقط باید آیه حفظ کنیم، فلان کنیم. نه نه نه، اینجوری ما میخوام با خدا رفیق بشیم، میخوام با خدا صحبت کنیم، هم کلام بشیم. مرسی مرسی از قلبای زیباتون. و این که نکته ای که هست حائز اهمیت هست این است که خیلیاتون تو این درس مشکل داریم. خدمت شما عرض کنم که فاطمه گفته واسه من 11 هم پکیج آنلاین ثبت کنم. فاطمه تایم بعدی بعد بیای کلاس، 11 یه تایم بعدی هستن، تایم بعدی مون ساعت 7:30 تا 8:30 کلاس 11 یا هست. خب و اون موقع باید بیاد. حسینی گفته ببخشید کنکور درصد دینی چند؟ درصد نه، ضریب دینی 3 هست تو کنکور. بعد از ادبیات که ضریب 4 داره، دینی ضریب 3 داره. 25 سوال میاد تو کنکور، 17 دقیقه تایم داری، هر تست 40 ثانیه تایم داری و از همین سال دهم شما 9 تا تست حداقلش خواهد اومد. 9 تا تست. خب انرژی ها اوکیه؟ انرژی ها اوکیه؟ اگر اوکی هستی، اگر خیلی انرژی بار هستی، خب گفتن الان برای چه کلاسی؟ الان دهم ما میخوایم بریم جلو. اگه 11 هستیم تایم بعدی بعد بیاییم، ولی الان دهم هستیم. خب اول ببینم که از کدوم شهرها امروز مهمون داریم ما. ببینم از کدوم شهرها مهمون داریم ما. شهرهایی که امروز بچه ها اومدن توی اینجا کجا هست؟ به 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 به، یه ایران گردی بریم با هم، یه ایران گردی بریم. آماشالله. بله حتما میتونی نازنین، حتما میتونی. آقا شهراتو بنویس، یعنی اینقدر بچه ها کمن تیرا داره بنویس، بنویس سری شهراتو
ای جانم، ای جانم، ای جانم. من وسط اینه گلستانم دیدم. من خودم اصالتا گلستانی هستم، گرگان هستم. یه اصالتا یه گلستانی دیدم، گرگان ها، اینجا اون فرنا. آره، من خودم گرگانی هستم. آره، اصلا من الان 11 ام چون 10 ام نبودم میخوام 10 ام اوکی کنم، همزمان 10 ام یاد. آره کلا خیلی خوبه. آفرین. امروز ببین من یه قسمتی رو بهت یاد میدم. ولی من امروز سفتانم گفتن دو روزی کلاس شروع میشه 11 ام. چهارشنبه کلاس اصلیمون، این کلاس معارفه من هست. امروز اومدی یه معارفه منو ببینین، قیافه ننگین منو ببینین، زشت منو ببینین و از زیبایی خودتون لذت ببرین. و اینکه امروز یه جلسه رفیق شدنمون هست، میخوایم با هم رفیق بشیم، آشنا بشیم و اینکه با هم بریم جلو. چهارشنبه ها کلاس اصلیمون هست که اعلام میشه. همینا رو جواب میدم. صدا خرابه، پشتیبانی چک میکنه. استاد چه کتابی تهیه کنیم؟ بهتون اعلام میشه، نگران نباشید بچه ها، بهتون اعلام میشه. بله، یه شعری هم میگه استاد نه شما خیلی خوشگلین. نه ایزم، میگه زشتم و خوبه، خوشگلا زشتا رو تحویل میگیرم، خوشگلی هم در سر الهی زشتا نمیرم. این دقیقا همینه. خب میدونی که دهم شما اومده خدا بایتون حرف زده و اومده گفته که من براتون درس یکتون اومده گفتیم که براتون حرف گذاشتم از هدفمون، این که اگه خلق کردیم یه هدفی داشتیم خلق کردیم، این که خلق کردیم یعنی بیهوده خلق نکردیم. خدا تو این درس داره این حرف رو میزنه، میگه این که توی انسان یه اشرف مخلوقاتی، این یعنی این نیست که تو بخوای لولت پایین تر از بقیه باشه، تو لولت بالاتر از بقیه هست. تو درس یک داریم که انسان تفاوتش با سایر موجودات خیلی فرق میکنه، چون عقل داره، چون اختیار داره. تو درس یک داره میگه انسان یه مواقعی بین اهدافش اختلاف ایجاد میشه، چون هدفی که میخواد برسه اختلاف نظر داره، اما با بینش و نگرشش این اختلاف رو میذاره کنار. تو درس یک میاد میگه انسان معیارهایی داره که، انتخاب‌هایی داره که بر اساس معیار و ملاکش آنها را انجام میده. تو درس یک داره به انسان میگه انسان اهداف داره، هدفاش دو گانه هست، هدفهای اصلی داره، هدفهای فرعی داره که دانش آموز من این نکته یادت باشه که هدفهای انسان هر دوتا لازم و ضروری و واجب هستن. یعنی انسان هم هدفهای اصلی رو لازم داره، هم هدفهای فرعی رو لازم داره. این نیست که فقط دل ببندی به هدفه فرعی از اصلی غافل بشی، این نیست که دل ببندی هدفه اصلی از فرعی غافل بشی. تو درس یک آخرین بحثی که تو درس یک داره میگه انسان باید به برترین هدف برسه. این برترین هدف چیه؟ تقرب به خداست. تقرب به خدا هست، نزدیک شدن و قدم برداشتن به سمت خدا هست. این میشه تقرب خدا. یعنی یه کاری کنیم که خودت رو به خدا نزدیک کنی. تو سوره نساء 34 میگه من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا. هر کسی ثواب دنیا و ثواب دنیا و آخرت رو میخواد، هر دوتاش نزد خداست. یعنی اگه تو دنیا رو تلاش کردی، تو دنیا کارایی کردی، تو آخرت هم دیدی تلاش کردی و به آخرت هم رسیدی، خدا هم اون ثواب دنیا تو میده، هم ثواب آخرت تو میده. اما شرط گفته، میگه خود تو من نزدیک کن، من بهت حال بدم. این کلی درس یک بود. تو چند دقیقه برای جمع‌بندیش کردم. حال کردی بیوگرافی درس یک رو ریختم رو داریه برات. ببین ریختم رو داریه برات. یعنی یه کار کردم که درس یک تصویر سازی تو ذهنت بشه که خدا انسان رو هدفمند خلق کرده. بی هدف خلق، با من تکرار کن، بی هدف خلق نکرده، هدفمند خلق کرده. آمادی حالا؟ آمادی حالا؟ بریم با من؟ برو بریم، برو بریم سراغ بحثمون. خب میایم رو بحثمون. یه دو تا من اولین کارهایی که کردم تو بحث جزوات من آیه تحلیل میکنم. دو تا این درس آیه عربی داره. خیلی دقت کنون چقدر قشنگ آیه برای تحلیل میشه.
چقدر میشه تصویر رو برای من تصویر جزوه نوشتن رو اینجا بندازیم من ببینم؟ میشه؟ چیزی من بینیستم میفته خیلی مرسی که بچه هم ببینم چطوریه. میگه آقای سوره دخان آیه 38-39 میگه وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. چی میگه آقایه؟ یه جور بود فقط بچه ها ببینن. خب نه میبینن من بنویسم با ماجیک هم نمیبینن لفظ من رو ببینن چه باید حالا نه این فیلم پنه قرار میگیره براشون فیلم خیلی این ضبط میشه کامل نه کیفیت ضبط رو میام خوبه خیلی خوب بچه ها اگر من چیزی هم نوشتم اگه احیانا ما جلسه بعدی قول بهتون میدم ریشا و سیبیدار رو میزنم اگه این کار اتفاق نیفته که قلم نوری بنویسی این هفته یکم استودیو شلوغ بود منم تایم بد دادم متاسفانه با ماجیک مجبورم بنویسم ولی جلسه چهارشنبه و جلسه اصلی هست این فیلم الان ضبط میشه رو پنلتون قرار میگیره کیفیت هم هست تمام ماجیکی هم دیده میشه تو فیلم اما جلسه چهارشنبهمون خب خدمت شما عرض کنم که کامل و جامع خواهد بود خب ویمم و ما خلقنا سماوات و الارض ما بینه هما لاربین ما خلقنا هما الا بالحق معنی کنم برات میگه و ما آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست هر چی بین آسمان و زمینی که از قرار دادیم بیهوده خلق نکردیم علکی خلق نکردیم بی هدف خلق نکردیم ما خلقنا هما الا بالحق التماس دعا زود برگرد خدا راضی نیست که کلاس رو ول کنی اینقدر نماز طولانی کنی خدمت شما عرض کنم که الا بالحق میگه آقا حق خلق کرده بیهوده خلق نکرده حق خلق کرده حالا میخوام این آیه رو هم تحلیل کنیم ببین چه خبره میگه و ما خلقنا السماوات والارض این که داره میگه سماوات والارض منظور سماوات والارض یعنی آفرینش جهان داره میگه آقا جهان ما آفرینشش اینجوری هست جهان ما این است که هر چی خلق شده هدفمند خلق شده بی هدف خلق نشده یه نقطه این نقطه اول خب در ضمن داره میگه سماوات و الارض به جهان غیر انسان هم اشاره میکنه جهان غیر انسان جهان غیر انسان یعنی جهانی که فقط برای انسان خلق نشده جهان غیر انسان هم داره میگه ما بینهما لاعبین خب دقت کن رو لاعبین آقا لاعبین یعنی عدم بازی و سرگرمی جهان ما بازی و سرگرمی نیست جهانمون بازی و سرگرمی نیست پس سماوات بر عرض نوشتم آفرینش جهان ما خلق و سماوات بر عرض نوشتم جهان غیر انسان لاعبین هم نوشتم عدم بازی و سرگرمی ما خلق نهما الا بالحق نگاه کن این من چه کار میکنم؟ من دور ما و دور الا رو خط کشیدم یکم رنگ آمیزگم کردم باهاش کار دارم حواستو اینجا بسپار آقا ما یک نکته داریم در عربی میگن اسلوب حصر یا انحصار اسلوب حصر یا انحصار چیه؟ میگیم هرگاه حرف نفیمون شامل چیا میشه بچه ها؟ ما الا پس حرف نفی ما میشه ما ان لا به علاوه کلمه چی باشه بچه ها؟ به علاوه کلمه الا چی شد؟ به علاوه کلمه الا در آیه باشه بهش معنی چی میده؟ معنی تأکید معنی فقط و فقط یا معنی انحصار پس ما کن پس
اگر در آیه دیدین ما با الا دیدین، دیدین لا با ان با الا دیدین، دیدین لا با الا دیدین، به معنی چی بچه ها؟ به معنی تأکید فقط و فقط انحصار. خب بچه این خودش یه شعر ماننده، با من تکرار کنید، با من تکرار کنید، بخوان این نکته رو بگم قشنگ دقت کن، با من تکرار کن: ما ان لا به علاوه الا، بگو ما ان لا به علاوه الا، بگو ما ان لا به علاوه الا، بگو ما ان لا به علاوه الا. پس این به معنی چیه؟ یا ما و الا دیدیم، مثل اینجا ما خلقناهما الا بالحق، یا این با الا دیدیم، یا لا با الا، الا ماشاءالله تو درسای جلوتر که بریم هست. چی شد؟ ما الا به علاوه الا، درسته؟ اینا دیدیم به معنی تأکید یا به معنی فقط و فقط یا امتصال. مثلا یه مثال بزن، دختر خانم ها مثلا میگن میخوام بریم بیرون، مامان میگه الا بلا فقط اون مانتو رو باید بپوشی، یعنی تأکید داره میکنه. تو قرآن هم خدا داره میگه الا بلا من جهان رو فقط حق خلق کردم. گرفتی نقطه شو؟ گرفتی برای من لایک بفرست، گرفتی برای من لایک بفرست، سریع 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 سریع، چت قوی چت قوی چت قوی، چتو بیارین پایین، چتو بیارین پایین، چت قوی گرفتی برای من لایک بفرست، گرفتی؟ یه بار دیگه، یه بار دیگه، ما الا به علاوه الا، چی شد؟ ما الا به علاوه الا. اینو بهش میگن انحصار، یعنی شما هر وقت داره ما جلوتر بریم، الا ماشاءالله هست تو آیات، هست تو متنم کلمه مخصوصا تأکید رو دیدید، انحصار رو داره میگه. خب وقتی میگه ما خلقناهما الا بالحق، این به چه معنی آقا نجفی؟ انحصارش به چیه؟ میگیم این داره اشاره به چی میکنه؟ اشاره به انحصار، انحصار خلقت هدفمند و چی؟ حکمتدار، یا انحصار خلقت هدفدار، حالا هرچی که هست. خب بذار هدفدار بینیستم بهتره، انحصار خلقت هدفدار، حالا هرچی هست. این هم جهانو به حقه. حالا میاد به شاه کلید این آیه، حق. حق دو تا کلمه هست، حق دو تا معنیه. یک، حق تو آیه دیدیم به معنی هدفمندی هست، یه نقطه، یه نقطه ترکیبی پر رو هم داره، ترکیبی پر رو هم داره. ترکیبی پر روش چیه؟ ترکیبی پر روش این نقطه هست که آقا این حق تو درس 4 سال دهم بچه های ترکیبی، تو درس 5 بچه های انسانی بهش میگن ضرورت حکمت الهی. تمام شد رفت. خدا وکیل نگاه کن برای چیکار کردم آیه رو. حالا نکته پایانی هم داره، نگاه کن آقا این آیه رو ما میتونیم ارتباطش بدیم از الان بعد کنکوری محور، وارد دهم شدیم بعد دیگه کنکوری محور یاد بگیم. این آیه رو میتونیم ارتباطش بدیم با یه آیه که تو درس 4 دهم بچه های تجربی 5 انسانی هست، میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. چی میگه؟ میگه گمان میکنیم ما شما را علکی خلق کردیم، بیهوده خلق کردیم، عبث خلق کردیم. مگه نمیدونین شما یه روزی فکر میکنیم به شما بازگردانده نمیشین؟ پس این که داره میگه عبس با این کلمه لاعبین ارتباط دارن. اونم میگه که ما هیچ چیزی رو علکی خلق نکردیم، اینا داره میگه ما هیچ چیزی رو علکی خلق نکردیم. همین نکته، همین نکته در کنکور
99 سوال بود. همین نکته ارتباطی. استاد کلاس یه ساعت می. یه ساعت، یک ساعت آره. خب. پس این دقت کن. اوکی. تمام. خب. بریم رو اسلاید بعدیمون. رو اسلاید بعدیمون. من حالا این جلسه بیشتر میگم. نمیخوام زیاد وقت بره و چیزایی که حالا تو جلسات قبلی گفتیمون بریم جلو. از این لحاظ میخواید حتما چیزایی بگیم که شما اول جلسه‌تون رو با آشنایی پیدا کنید و راحت بیان جلو. راحت راحت با ما بیان جلو با ما خوب یاد بگیر نکته رو. خب جلوتر من چون تک آیین در کامل درسشون ضبط کردیم ما در قبل بریم جلوتر. من فقط آشنایت میخوام رو این قضیه بدم که بریم به چه بحثی هست. بله تست هم کار میکنیم. بله دقیقا ما کلاسامون به این شکل هست که تست هم کار میکنیم. اصلا نگران این قضیه نیستیم که تست کار نکنیم. تست هم کار میکنیم. ما به هیچ عنوان این نیست که تست کار نکنیم. تست هم کار میکنیم. بله. خب. یکی از نکاتی که روی این قضیه هست. من درباره حق یه نکته بهتون بگم. خیلی جالبه. خیلی جالبه. خب. در مورد حق خب نکته خب ببین بچه ها اگه حق رو در آیات دادن، اگه حق رو در احادیث دیدین، اگه حق رو در مت دیدین، به چه معنی؟ حق در سه جا هست. حق در آیات، حق در احادیث، حق در من. اگه حق رو تو آیات دیدیم به معنی هدفمندی هست همیشه بچه ها و ضرورت حکمت الهی. اگه حق رو تو احادیث دیدیم به معنی درستی و راستی یا همون صدق وعده الهی. اگه حق رو تو آیات دیدین بیشتر به معنی ضرورت عقل الهی است. نگاه کن یک کلمه حق، خب یک کلمه حق سه تا معنی داره در سه جای مختلف. یک کلمه حق سه تا معنی داره در سه جای مختلف. حق در آیات، حق در احادیث، حق در متن. اگر حق در آیه بیاد به معنی چیه؟ هدفمندی و ضرورت حکمت. اگر حق در احادیث بیاد به معنی چیه؟ درستی و راستی یا صدق وعده الهیه. اگر حق در متن بیاد به معنی چیه؟ ضرورت عدل الهیه. آقا سوال پرسیده گفته همیشه کلاس آنلاین. بله یک شب چهار شب چهار جنبه ها ساعت یه رو به هفت تا هشت رو کلاس دهمی هست و بعدش بچه یازدهم هشت و نیم تا ده. این یک. آنلاین هم هست، آفلاین هم نیست، آنلاینه. این یک. دو جزوه بعد اصلا میشه جزوه رو برداری، جزوه رو رو پنلتون قرار میگیره بر میدارید، نگران نباشید. نه رایگان که نه، که هزینه ایه دیگه. حالا رایگان چیه؟ کیان بابا الان به بوس رایگان میده، هزینه میگه اول هزینه بده بعد. این از بعد خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه که هست دیگه چیه؟ جزوه چقدر؟ جزوه صلواتیه. یه صلوات بفرست تو دلت، جزوه تو میگه، نگران نباش. رو پنل در زمانی که ثبت نام کنی جزوه پنل بعد باز میشه و بهت میگه. خب این از این. آقا من سوال میپرسم. Answer the question. Look at me. Answer the question. چشم. Answer the question. خب یه لحظه اینو من سوال رو برسم.
بچه ها یه لحظه سوال رو دقت کنیم، بعد اینجا رو دقت کنیم که بعد میخوام تست بزنیم، یه استراحت کوتاه میدیم بعد تست کنیم. آقا حق اگه تو احادیث میاد به چه معنی بود؟ حق تو احادیث به چه معنی بینیم؟ کیا درست بینیم سر بار بینم سری بینیم سر من. حق تو احادیث به چه معنیه؟ بیام کیا یاد گرفتن اینو؟ حق در احادیث به چه معنی هست؟ من اینجوری اما یه دفعه خشم شب میزنم دقیقا منم کیا گوششون تو کلاس بوده. اگر کسی ننویسه کلاس رو همینجا پایان میدم. آها نه یه استارتی خورد. خب سریع باری کلا تمام. حق تو آیه به چه معنیه؟ باری کلا سارا مرسی. باری کلا تو آیه حق تو آیه هدفمندی و ضرورت حکمته. حق اگه تو متن بدن تقریبا قالبشی هست. حق تو متن تو متن چی بود؟ ضرورت عدل الهی. باری کلا باری کی نمیش مهدیه کریم. مرسی تمام. خب یه بچه های یه لحظه یه استراحت کوتاه داشته باشیم میام که بحث ادامه تستو بدیم. میام وقت فکر کوتاه در خدمت شما هستیم. خب آیه اول رو بهتون یاد دادم دیگه، درسته؟ آیه اول یاد گرفتی، حالا میخوام متن رو بگی بعد تست بزنیم. آقا نمی تست مگه میشه با یه آیه و یه متن میخوای تست بزنی؟ نه کنکور نه بابا. حالا ببین چطوری صدا. خب بریم آقا بیام متن بچه ها ببین چه خبره. متنی که در بحث هدفمندی هست میخوام این درباره هدفمندی چی داره به ما میگه؟ بریم. آقا متن میگه که در پس تک تک مخلوقات جهان، خلقتی های جهان، چیزی که خدا خلق کرده هدفی وجود دارد. پس هر چی که خدا خلق کرده یه هدفی قرار داده که زیرا بچه ها این زیرایی که نشانه علت معلولی که من توی کلاس همون باید تو کامل میگم. پس نشانه علت معلوله. چون خدای ما خدای حکیم هست، پس خدای ما خدای حکیمه، پس حواس این نکته باشه که این خدای حکیم میگیم آقا ریشه هدفمندی جهانو داره میگه، ریشه هدفمندی جهانو داره میگه. پس به جای حکیم به ندن علیم دقت کنیم چند تو ببینم. پس به جای حکیم به ندن علیم دقت کن. چرا؟ چون میگه خدا هیچ کاری رو عبث و بیهوده انجام نمیده. این عبث و بیهوده یعنی چی؟ یعنی آقا خدا هیچ کاری رو لابین انجام نمیده، هیچ کاری بیهوده انجام نمیده، هیچ کاری رو لح انجام نمیده، هیچ کاری رو لح انجام نمیده. خدا اینکه آدمی نیست که علیه که خلق کنه چیزی رو، پس هیچ کاری انجام نده. بلکه جهان که خدا خلق کرده یک جهان هدفمنده، جهانی که عدالت محور و قرآن به این گونه تأکید کرده. خب تأکیدی که داره اینجا به ما میگه اشاره بشید داره بچه ها، تأکیدی که داره اینجا میگه اشاره به اسلوب انحصار رو داره میگه، همون تأکیدی که میگفت داره میگه که جهانون به حقه، بله هدفمنده، درسته؟ بله. خب حالا بچه ها این نکته خوشگل، یه نکته قبلی گفتم به عنوان هدف، حالا این نکته رو دقت کن. نکته هست که واقعا تو تستا کولاک میکنه. آقا اگر تیتر سوال، اگر خوب دقت کن با تو هم خوب به نکته دقت کن، اگر تیتر سوال هدفمندی بود خب آیه چیه؟ اگر تیتر سوال میبینی با تو هم اگر تیتر سوال
دور بودن عوض بود، آلشیه. ببین نکته میخوام بگم، خاورمیانه پیدا نمی کنی. با من باش. تیتر سوال هدفمندی بود آیه بالحق، تیتر سوال دور بودن عوض بود آیه لاببینه. میگی نمی تو تستا الان، تو تستا الان. آقا سوال جواب بده، چت رو دقت کن، سوال جواب بده به معنه. اگر تیتر سوال دور بودن عوض بود آیه چی میاد؟ بگو بگو، سری بنویس. اگر تیتر سوال دور بودن عوض بود آیه چی میاد؟ سری باش، سری چت رو نمیبینم. سری باری کلا آمادی میخوام بپرسم، اگر تیتر سوال هدفمندی بود آیه چی میاد؟ برو بسم الله. همه به والله کسی جواب نده کلاس اخراجه. برو میرم سری. اگر تیتر سوال هدفمندی بود چی میاد؟ تیتر سوال هدفمندی بود، ببینم چطور، ببینم تیتر سوال هدفمندی بود چی میاد؟ باریکشالله همه دارم چک میکنم ببینم کسی جواب ندارم کلاس اخراج. شوخی هم ندارم، شوخ کلاس فعال باید باشه. تمام. سوال جواب بده به من، حواست اینجا باشه، به من جواب بده. آقا اگر حق تو آیه دیدی به معنی چیه؟ حق تو آیه به معنی چیه؟ حق تو آیه به چه معنیه؟ میام تو دوربینا حق به آیه چیه؟ باریکلا. نه ای مبینا، چرا علکی می‌نویسی برای تو؟ هدفمندیه. تمام شدم. اگر حق توی احادیث دیدی به چه معنیه؟ حق تو احادیث به چه معنی است؟ حق تو احادیث به چه معنی است؟ احادیث. آقا حق تو احادیث. گیج نگو خودتو. حق تو احادیث، راستی و درستی. آقا نجفی یاد داد اگر حق تو آیه بیاد هدفمندیه، حق تو احادیث بیاد، حق تو احادیث به معنی صدق وعده الهی، راستی و درستی. اگر حق تو مدیدی به چه معنیه؟ حق تو مدیدی به چه معنیه؟ بگو، حس نده منو، بگو. دستور خدا چیه؟ خود بینیسی ضرورت عدل الهی، درسته؟ خب ما آیه رو بررسی کردیم، اینجا گفتیم یعنی چی. حالا میخوام در صفحه بعدمون، در صفحه بعدمون چی داره میگه. حواس شیشتون اینجا باشه. خب در اسلاید بعدمون ما میایم درباره مفهوم حق بودن میخواد حرف بزنیم. خب میگه که حق بودن آفرینش زمین و آسمان معنی هدفدار بودن خلقت. این آیه به خوبی دلالت دارد که جهان بی هدف نیست، به عبارت جهان لاعبین. این بی هدف نیست دیگه، لاعبین. هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده بهش میگن برنامه مدون. خب حساب شده هست، این داره تر و نقشه هست به جامعه و به سه هدف حکیمان دارد. انسان از مانست های موجود از این قاعده کلی، یعنی هدف آفرینش حکیمانی جدا. قطعا هدفی از آفرینش در وجود داشت که گام نهادن از او فرصتی هست برای رسیدن به آن هدف که قرب الهی، نزدیک شدن. قرب یعنی نزدیکی به خدا، به خدا. چه قرار؟ خب که امیر اونی در این باره فهمید خداوند هیچ کس رو بیهوده خلق نکرده، علکی خلق نکرده تا خود را سرگرم کارهای لحف کند، و او را به خود وا نگذاشته تا خود را به کارهای لب و بی ارزش بپردازد. درسته؟ خب
حال آقا آمادی با من تست بزنی؟ این باشه یا بره؟ آمادی با من تست بزنی؟ قبل تست زدنتون یک نکته که برای من خیلی مهمه دقت کنید قبل از این که شما تست بزنی یه نکته که برای من خیلی مهمه این نکته خواهد بود که آقا شما برای شرکت تو کلاس آنلاینتون در سال تحصیلی 1400-1401 فقط کافیه ببین فقط کافیه استاد نجفی رو به شماره پیامکیه 1000 به شماره پیامکیه 1000 3075 بفرست 1000 3075 بفرست پس دقت کنید که آقا کافیه استاد نجفی رو به 1000 3075 بفرست 1000 3075 بفرست پس اینو دقت کنید پس حواست باشه به 1000 3075 بفرست درسته؟ تمام شد پس اینو خیلی حواست باشه پس این نکته رو خیلی حواست بهش باشه هزینه کلاس ها در جن هزینه نیستم هزینه به چه مقدار هست هزینه کلاس ها خبر ندارم به چه بحثی لاعبین یعنی عدم بازی و سرگرمی لاعبین عدم بازی و سرگرمی بهش میگن لاعبین درسته؟ خب این هست پس حواست باشه آقا برای شرکت تو کلاس آنلاین ما کلمه استاد نجفی را به 1000 3075 ارسال کن 1000 3075 ارسال این است خب بریم ادامه یه رو تست خب این تست رو من نگفتن نکتش رو برای جلسه بعدی هست خب تست رو نگاه کن دقت کن تستو از زبان 99 نگاه کن تستو ببین چقدر راحت حل میکنیم آقا زبان 99 سواله میگه عبارت و ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما لاعبین استدلال مشابه با کدام مورد برای پاسخ به ادعای کافران هست استدلال مشابه با کدام مورد برای کافران هست خب دقت کنید بچه ها ببینید گزینه سوال خیلی واجبه سوالی که در کنکور 40 ثانیه وقت داره تو گزینشو بزن 40 ثانیه وقت داره گزینشو بزن برای من آقا این آیه با کدوم استدلال مشابه بود برو ببینم سری باش گزینه بزن با کدوم آیه 40 ثانیه وقت کنکورش بوده 40 ثانیه وقت کنکورش بوده باید چیکار میکنی؟ سریع آقا گزینه بزن سریع گزینه اعلام کن سریع بله گزینه شماره 2 افاسفتم انما خلقناكم عبثا آقا انکم الی لا ترجعون جواب براحتی گزینه شماره چند میشه؟ 2 میشه تمام جواب گزینه شماره 2 تمام ولی تست کنکور زبان 99 بوده 40 ثانیه وقت کنکورشه ببین تو چیکار کرده دیدی؟ پس اینو حواست بهش باش چی از چی نیست پس اینو حواست بهش باش خب بریم سوال بعدی میگه کدام عبارت قرآنی تأکید میکنه که هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده جام به جام گذاشته زبان 98 بایدن چکار میکنه بچه ها گزینه بزن تأکید میکنه سریع
سریع باش، سریع باش، سریع باش، سریع. تأکید میکنه. تأکید میکنه. گزینه بزن، گزینه بزن، گزینه بزن. گزینه بزن. تأکید میکنه. تأکید میکنه. آقا تأکید فرمولش چی بود؟ ما ان لا علاوه چی بود؟ علاوه الا. درسته؟ خب یه ما داریم، یه الله داریم. آیا به هم دارن؟ تمام شو رفتی، گزینه دو میشه دیگه. چرا گزینه یک رو میزنی؟ چرا گزینه یک رو میزنی؟ آقا مگه تأکید نمیده؟ فرمول تأکید مگه این نبوده؟ ما الا به علاوه الا، ما داریم و الله داریم. تمام شو رفت. گزینه چند میشه؟ گزینه شماره دو میشه. تأکید دیگه، کلمه تأکید رو خواست دیگه. تأکید این هم فرمول دیگه. تأکید یعنی چی؟ یعنی اسلوب انحصار دیگه. تمام شد. این از این بود. از زبان 98 بود. بریم سراغ سوال بعدی. بریم سراغ سوال بعدی. ببین چه خبره. بریم. بریم سوال بعدی. این سوال بعدی من بیاد. خب مثل این بچه ها را سوال بعدی تو اسلاید رو نداشتن. خب من فرمول یه بار دیگه نشون میدم براتون، باشه؟ مشکل نداره. یه لحظه وایسیم بچه ها، لحظه وایسیم. من فرمول یه بار دیگه می‌نویسم براتون. آقا فرمول اسلوب انحصار یا هست چیه؟ فرمول اسلوب انحصار چیه؟ میگیم آقا، میگیم ما ان لا، درسته؟ به علاوه چی بود؟ این ما ان لا، ان لا به علاوه الا. بگیم به علاوه کلمه الا تو آیه دیدین به معنی اسلوب انحصار هست که معنیش چیه؟ فقط و فقط تأکید یا انحصار. این معنیش. الان تو این آیه من تو این تست من کلمه تأکید رو نداده. تو این تست من یک کلمه تأکید رو نداده بود. درسته؟ پس دقت کن. تو این تست کلمه تأکید رو داده. کلمه تأکید چون کلمه تأکید رو داده، ما باید بگردیم توی گزینه ها که با فرمول است یا ما با الا باید می اومد یا لا با الله می اومد یا ان با الله می اومد. درسته؟ یکی از اونها که تو گزینه دو ما لا با الله رو دیدیم، گزینه دو شدم. خب گفتیم لاعبین اگر تو تست بهت بگم دور بودن عوض، فرمولش چیه؟ دور بودن عوضی دادن کلمه لاعبین رو میده. خب بچه ها توی فضای مجازی من حتماً فالو کنید اینستا زاهد نه نجفی، همون زاهد سرچ کنید میاد. زاهد نجفی حتما توی اینستا عوض بشین. تلگرام که تست اونجا قرار این فیلم درس هم اطلاع اونجا قرار میگیره. دینو زندگی صد نجفی حتما تو اونجا هم فالو داشته باشید. خب ما برای امروز تا اینجا کافیه و ما فقط جهت هم آشنایی با کار بود. اگر از کلاس، از نکات، از تست حالا راضی بودین، هر چقدر راضی بودین برای ما یه انرژی بفرستین. ببینم چقدر راضی بودین، ببینم چقدر راضی بودین از کلاس. بسم الله. هر چقدر ارادت داشتین هر کلاس حتما ثبت نام کنین. 1375
اسم زاهد استاد نجفی رو بفرستین، حتما ثبت نام کنین که ما از چهارشنبه استارتمون رو برای سال ترم جدید داریم میزنیم. حتما بفرستین، ثبت نام کنین. کامل سوالای خطی کتاب گفته میشه، نکات گفته میشه، تست هم زده میشه. پس نگران چی نباشین. خدا قوت، خسته نباشین. ان شاءالله چهارشنبه میبینمتون در پناه حق. بدرود، خدا نگهدار.